بسیاری از مخالفان دولت آمریکا آنچه در ونزوئلا در جریان است را تلاش برای تغییر رژیم می‌نامند. این همون سیاستی است که از نظر آنان دولت ترامپ در مورد ایران هم در پیش گرفته. آمریکا در ونزوئلا در پی چیست و چقدر در رسیدن به هدفش موفق بوده؟ سلام. از چند ماه پیش که یکی از رهبران اپوزیسیون و رئیس مجلس نمایندگان خود را رئیس جمهور ونزوئلا اعلام کرد، بحران سیاسی در کشور بالا گرفت. نارضایتی و اعتراض‌های خیابانی افزایش یافت و به موازات آن فشارهای دولت آمریکا بر ونزوئلا شدت گرفت. تحریم‌های آمریکا نه فقط صادرات نفت آن کشور را کاهش داده، بلکه با تحریم بانک مرکزی ونزوئلا معاملات بانکی هم دچار مشکل شده است. مخاطبان این برنامه در این سوی دنیا در ایران با اقدامات و فشارهای مشابه از جانب آمریکا آشنا هستند و شاید به همین دلیل مایلند بدانند میزان موفقیت دولت آمریکا در پیشبرد سیاستی که در ونزوئلا در پیش گرفته چقدر است. چیزی که در این فرایند با آمریکا کمک می‌کند وضعیت نظام حاکم در ونزوئلا است، نظامی که حالا بسیاری از حامیانش هم می‌پذیرند ناکارآمد است. آیا دولت ترامپ توانسته از این ناکارآمدی به نحوی که می‌خواهد سود ببرد؟ بحران ونزوئلا در ارتباط با بحث تغییر رژیم به ما چه می‌گوید؟ علی سعادت ملی، تحلیلگر مالی و اقتصادی در واشنگتن، میگوید نگرانی‌های دولت آمریکا در مورد ونزوئلا جدی و بجاست. از او خواهیم پرسید این نگرانی‌ها چیست. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی، میگوید آمریکا پس از یک دوره طولانی رویگردانی از سیاست‌هایی که تحت عنوان دکترین مونرو توصیف می‌شد، حالا با اون سیاست‌ها باز می‌گردد. از او خواهیم پرسید منظورش چیست. اما پیش از اون آقای سعادت ملی، شما به ما بگید این نگرانی‌هایی که آمریکا در مورد ونزوئلا داره و می‌گید جدیه و بجاست چی هستن؟ خب من اولین نکته رو که می‌خوام بگم اینه که نگرانی اول در مورد دولت ونزوئلا مربوط به مردم ونزوئلا هست. اینکه حالا قدرت‌های خارجی در مورد ونزوئلا چی فکر می‌کنن مسئله بسیار ثانویه نسبت به مسئله اصلی. اما عامل نگرانی آمریکا و اینکه آمریکا چه منافعی رو داره این هست که معمولاً دولت‌های ناکارآمد بسیاریشون برای توجیه ناکارآمدیشون به امپریالیسم ستیزی روی میارن. یعنی حکومت‌هایی که توسط روسیه یا شوروی به قولی سرپا نگه داشته می شدن تا از طریق سرکوب مردمشون به قدرت سیاسی دست پیدا کنند، همیشه یک جنبه آمریکایی ستیزی و امپریالیسم ستیزی به خودشون اضافه می کردن و موقعی که می خواستن توجیه کنن که چرا در مثلا رفع معیشت مردم و ایجاد رونق اقتصادی ناکارآمد هستند، این جنگ با آمریکا یا مخالفت با آمریکا رو توجیه اون می دونستن. هم مثل موردی که در ایران هم داریم که دولتی داریم که ناکارآمده، دولتی داریم که دروغگو هست و دولتی داریم که بسیار فاسد هست، ولی اینها هم سعی میکنن همه اینها رو تحت عنوان اینکه خب حالا ما با آمریکا داریم مبارزه میکنیم و آمریکا ستیزی اولویت اول ماست به نوعی پنهان کنن و به نوعی جاستیفای بکنن و اتفاقا سعی میکنن که مشکلات رو در گردن تحریم بندازن. در مورد سخنان ابتدایی شما، من اولا باید بگم که آقای گویدو خودش رو رئیس جمهور اعلام نکرد. آقای گویدو توسط آقای گویدو الان در واقع میشه گفت رهبر مخالفان. منظورتون منظورم اینه که ایشون توسط مجلس ونزوئلا به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده و مجلس ونزوئلا توانای استیضاح رئیس جمهور رو داره. رئیس مجلس ونزوئلا الان رئیس جمهور ونزوئلا رو استیضاح کرده و رئیس جمهور برخلاف قانون اساسی از قدرت میگه که من نمیخوام کنار برم و یعنی اینجوری نیست که به صورت خودخوانده باشه، یک مبنای دموکراتیکی داره که آقای گویدو خودش رو الان رئیس جمهور قانونی میدونه و طبق نص قانون اساسی ونزوئلا بنده معتقدم که ایشون قانونی هست. حالا شاید زور ارتش یا زور نیروهای مسلح مانع این بشه. مسئله دوم در مورد کاهش
دسترسی ونزوئلا به بازارهای نفت، مقدار زیادی از مشکلات اینها به خاطر بیکفایتی خودشون و عدم سرمایه‌گذاریشون قبل از وقوع تحریم‌ها در صنعت نفتشون بوده. یعنی موقعی که آقای چاوز روی کار اومد، بسیاری از کاردانان وزارت نفت از وزارت نفت به مورد شروع کردن کنار گذاشته شدن، بسیاری از شرکت‌های خارجی انبارشون مصادره شد مثل اکسان و شرکت‌های دیگه به عنوان قد دست قد اجنبی، و اینها افراد بیکفایتی رو به جای اونها آوردن. دوباره با همین توضیحی که خب حالا با و فکر میکنید نگرانی دولت ترامپ این چیزهاست، یعنی ناکارآمدی دولت ونزوئلا در داخل کشوره؟ فکر نکنم دولت ترامپ الزاماً این نگرانیش اینها باشه، اما من خواستم چیزی رو بگم که مشکلات ونزوئلا الزاماً علتش ترامپ، دولت ترامپ یا دولت آمریکا. خب به این خواهیم رسید، ولی شما به این ترتیب فکر میکنید نگرانی دولت آمریکا چیه؟ خب معمولا دولت ها این چنینی که ناکارآمد هستند و میخوان جنبه ضد آمریکایی بگیرند، خب مثل دولت کوبا، قدم بعدیشونه که خودشون رو به پایگاه روسیه تبدیل میکنن و خب و همینطور شروع میکنن در کشورهای مختلف آمریکای لاتین دخالت کردن، یعنی مدل به قولی مدل کوبا. و برای آمریکا اینکه یک حکومت اوتوکراتیک یا یک حکومت سرکوبگری وجود داشته باشه در آمریکای لاتین و که اولا این پذیرفتنی نیست. خب اگر چنینه و نگرانی آمریکا این است که ونزوئلا تبدیل بشه به پایگاهی برای روسیه و شبیه کوبا تبدیل بشه به پایگاهی برای نفرت پراکنی نسبت به آمریکا، برداشت من از صحبت‌های شما اینه دیگه، این ترتیب میشه گفت دولت ترامپ در واقع قصد داره برای جلوگیری از این تغییر رژیم ایجاد کنه در ونزوئلا، اونچه که رژیم چینج خوانده میشه؟ به نظر من دولت ترامپ هدفش این هست که به دولت ونزوئلا فشار وارد کنه و فکر کنم یعنی اینا نگاه میکنن که چه رژیم ونزوئلا عوض بشه و چه رژیم ونزوئلا عوض نشه، فشار آوردن برای دولت آمریکا، دولت ایالات متحده و پرزیدنت ترامپ بازی برد برد هست. اگه مردم ونزوئلا موفق بشن و فشارهای آمریکا هم کمک بکنه به اینکه مردم ونزوئلا موفق بشن، که پیروزی بزرگی است هم برای مردم ونزوئلا در وهله اول و هم در وهله دوم برای سیاست‌های آمریکا. اما حتی اگر دولت آمریکا موفق نشه، اینکه ونزوئلا توانایی پایین‌تری برای رفتار خرابکارانه داشته باشه، باز هم یک جور موفقیت برای دولت ایالات متحده و پرزیدنت ترامپ تلقی میشه. اینه که بر این اساس اینها میگن که خب ما خیلی انگیزه خاصی نداریم برای اینکه از فشارها به دولت ونزوئلا کاهش بدیم. آقای حسینی فرد، اون اشاره‌ای که آقای سعادت ملی کردن به رئیس جمهور شدن آقای گوایدو رهبر مخالفان از جانب مجلس نمایندگان، مجلسی که بر اساس قانون اساسی میتونه چنین کاری بکنه در شرایط اضطراری، در واقع نقطه شروع بحران بود. خیلی ها گفتن گوایدو خودش رو رئیس جمهور خوانده، ولی به تفسیری که آقای سعادت ملی بهش اشاره کردن از قانون اساسی، میشه گفت که بر اساس قانون اساسی شد رهبر یا رئیس جمهور ونزوئلا، و آمریکا و چند کشور اروپایی هم این رو پذیرفتن برای اینکه فشار بیارن بر رئیس جمهور وقت از نظر نظام حاکم، یعنی آقای مادورو. میشه گفت که کاری که آمریکا داره میکنه قانونیه؟ این خانشی که از قانون اساسی ونزوئلا شده در اصل 233 و طبق اون آقای گوایدو خودش رئیس جمهور اعلام کرده، خب سرش بحثه واقعا. یعنی موادی که در اون ماده ذکر میشه که آقای گوایدو میتونست کمچی کاری رو بکنه، لزوماً با این وضعیت فعلی ونزوئلا، یعنی اینکه صلاحیت نداره، خیانت کرده به منافع ملی آقای مادورو یا مسائلی از این دست توی اون بند هستش، ولی اینی که انتخابات رو خوب برگزار نکرده و این انتخابات ما در مورد شایبه داریم پس نمیتونه رئیس جمهور قانونی باشه، این نیست توی اون بند. بخاطر همین هم سرش بحثه که واقعا آقای گوایدو این حرفی رو که زده یک ماجراجوییه و آیا موفق خواهد شد، آیا این استناد به این بند قانون اساسی واقعا مشروعیت میده به این اقدام؟ متوجه شدم، یعنی میگید آقای گوایدو که خودش رو رئیس جمهور خوند، البته بر اساس اون ماده قانونی
به گفته آقای سعادت ملی بر این اساس چنین کاری کرد که گفت انتخاباتی که مادورو رئیس جمهور کنیم درش بنده شد خدشه‌دار بود. خدشه‌دار بوده و این رئیس جمهور قانونی نیست، اپوزیسیونی شرکت نداشته به اون معنا در این انتخابات و به صلاح خودش رو رئیس جمهور کرده آقای گوایدو، آقای مادورو در یک شرایط غیر عادلانه، شرایط غیر منصفانه. خب این توصیف وضعیت موجود از نظر چارچوب قانونی، شما فکر می‌کنید آمریکا چی کار داره می‌کنه به این ترتیب؟ ببینید آمریکا اصولا توی وضعیت ونزوئلا رو ما بخوایم توضیحش بدیم، یه مقداری خب یک بحران ناشی از یک سیستم اقتصادی معین مثل ایران که یک اقتصادی است بر اساس بنیانهای نفتی ظرف 100 سال گذشته و همیشه هم دچار بحران بوده و الیت این کشور هم مثل الیت ما توی ایران هیچ وقت نرفته به طرف ایجاد یک ساختار اقتصادی غیر متکی به نفت. ما ببینیم که همین وضعیت شرایط رو به وجود میاره در دوره قبل از چاوز که اون الیت بی اعتبار میشه، دچار فساد میشه، بخش بزرگی از جامعه دیگه ازش تبعیت نمیکنه و نهایتا شرایط آماده میشه که حتی دوره گرسنگی شروع میشه، دوره 1983 تا 1989 هزارها نفر کشته شدن، یعنی چه تو در تظاهرات و چیزای ناشی از گرسنگی و چه خود این گرسنگی و خود آقای چاوز توی همچین شرایطی به قدرت میرسه. آقای چاوز هم باز میاد، یعنی الیت سیاسی ونزوئلا چه چپش چه راستش عمدتاً کنسپتش طرحش اینه که پول نفت رو تقسیم بکنه، نه اینی که مثلا اینکه مخاطب این تقسیم کی باشه فقط فرق کرده تو این دوره‌های مختلف. یعنی واقعا دعوا اینه، مثلا آقای گوایدو میگه این ثروت نفت باید اینجوری تقسیم بشه، آقای مادورو که الان حاکمه میگه چنین باید بشه. تا حدود زیاد اینجوری، حالا من اشاره میکنم به عناصر بین‌المللی، یعنی در نظر بگیریم که همین که آقای گوایدو تا به امروز نتونسته بخشی از اقشار مختلف مردم رو جذب بکنه و این طرحی که بر آورد میدان که ظرف یک ماه طبق قانون اساسی باید به عنوان رئیس جمهور موقت انتخابات برگزار بکنه تا به امروز که 3 ماه میگذره نتونست از پسش بر بیاد و جامعه هم آنچنان استقبالی نکرده، یه بخشش برمیگرده خب به اینی که مردم شاید فشار و سرکوب دولت مدرا هست، یه بخشش هم برمیگرده که این کنسپتی که ارائه میکنه همچنان بخشی از جامعه که نگاه دوره قبل از چاوز هم دارن و میدونن که در اون شرایط اقتصادی هم چی آید اینا میشده، اینا رو راضی نمیکنه که بگن خب ما حالا از دولت آقای مادورو بریدیم یا حتی اگر حامیش هم نیستن نه میام حمایت میکنیم که شرایط بهتری ایجاد بکنیم. خب. تو این شرایط وضعیت اقتصادی و اینکه الیت سیاسی باز در مورد ونزوئلا این مشکل هم هست که الیت سیاسیش قدرت دیالوگ با هم نداره، یعنی این ایران وقتی میگید الیت سیاسی منظورتون اپوزیسیونشه؟ اپوزیسیون اونجوری که دارید توصیف میکنید در داخل مملکت یه نوعی انسداد هست دیگه، گفتید اپوزیسیون بین خودش اتفاق عمومی ایجاد نکرده، با مردم دیالوگ اونچنانی نداره، اون سو هم که کوتاه نمیاد نظام حاکم. این ترتیب آمریکا در پی چیه؟ ببینید آمریکا کلا در دوران بعد از جنگ سرد اصولا منطقه رو یه مقدار رها کرده بودند، یعنی طبق تئوری مونرو، جیمز مونرو که در اوایل قرن 18 تدوین شد، البته اون موقع یه جنبه مترقی هم داشت که آقا جان حالا که این کشورهای منطقه دارن از اروپا به استقلال میرسند، اروپا یا دیگه کشورهای استعمارگر لزوما لطفاً دخالت نکنند، ولی این تئوری بعدها تبدیل شد به این که آمریکا گفت اینجا حیات خلوت منه، هیچ کس اجازه نداره نفوذ بکنه. و ما میدونیم خب در دوره آقای ریگان، در آقای بوش پدر شدید پیشرفت، یعنی دولت گرانادا سرنگون کردن، آقای نوری... در پاناما در گرانادا در پاناما آقای نوریگا رو برداشتن و خب الان میبینیم که در دوره آقای به خصوص اوباما فاصله گرفتن از این تئوری به طور رسما. سخنرانی داره آقای جان کری، میگه که ما دیگه این تئوری رو میذاریم کنار، میخوایم به عنوان کشورهای برابر حقوق با این کشورها برخورد بکنیم و حالا دوباره برگشتن. یعنی شما نگاه بکنید دو سه تا سخنرانی داره آقای جان بولتون ظرف 3-4 ماه گذشته، میگه که و صحبتایی که سایر مقامات اروپا آمریکا کردن تو منطقه که آقا چین تو این منطقه داره چیکار میکنه و چین باید بره بیرون، ما میخوایم برگردیم به تئوری مونرو و این کشور حالا صرف نظر از تئوری مونرو در مورد ونزوئلا به طور خاص 3-4 تا چیز هم برای آمریکا عمل میکنه. خب اینی که آمریکا الان به استقلال نفتی رسیده و نیازی نداره به نفت آنچنان درسته، ولی واقعیتش اینه که بزرگترین منابع نفتی توی ونزوئلا دنیا در ونزوئلا خوابیده و طبیعیه که آمریکا بتونه از طریق یک دولت نزدیک به خودش در ونزوئلا بازارهای نفت و تعدودی. خب خلاصه کلام شما این است که آمریکا در پی تغییر رژیم در
ونزوئلا. اگر اجازه بدید من دو نکته کوچولو هم اشاره بکنم حتما. و مسئله بعدم اینی که اصطلاح همین که چین و روسیه هم اومدن تو منطقه و از جمله از طریق همین دولت آقای چاوز اینا اومدن، این جرم بزرگی این دولت به ساحس محسوب میشه از نظر دولت آمریکا. بله. و عنصر سومم واقعتش اینه که مهاجرانی که در مهاجران آمریکایی لاتین که در آمریکا هستند و اینها یه پایگاه انتخاباتی خوبی هم برای دولت ترامپ هستند، روی رأی اونها هم حساب میکنه. یعنی اونها میخوان که بر ونزوئلا فشار بیاد. اونها میخوان که بر ونزوئلا فشار بیاد. همین الانش 45 فقط ونزوئلا 45,000 تا مهاجر داره در آمریکا. بله. علاوه بر سایر مردم از آمریکا. آقای سعادت ملی، میشه گفت آمریکا داره به اون دکترین مونرو برمیگرده، یعنی نگاه به آمریکای لاتین به عنوان حیات خلوت آمریکا؟ خب من اولا دکتر مونرو به عنوان حیات خلوت قبول ندارم. در مورد چند تا مثالی که دوست عزیزمون گفتن با ایشون الزاماً هم عقیده نیستم، میتونیم وارد جزئیاتش بشیم. مثلا در مورد پاناما و نوریگا، چند ماه قبل از اینکه آمریکا دخالت نظامی بکنه در پاناما یک انتخاباتی برگزار شد و نوریگا شکست خورد در اون انتخابات. بذارید برای بینندگانی که ممکنه سابقه این رو ندونن بگیم که در 1989 دولت آمریکا که در اون موقع جورج بوش ارشد رئیس جمهورش بود حمله کرد و رئیس یا رهبر وقت پاناما رو که جنرال نوریگا بود رو برداشت. یک اشتباهش کوچولو دارید، اونم اینه که اول آقای نوریگا گفت که ما در وضعیت جنگی با آمریکا به سر میبریم. خب. آقای نوریگا میخواستن که، یعنی روند اتفاقات اینجوری بود که اول انتخابات برگزار شد. بله. آقای نوریگا شکست خورد چون به نسبت 2-1 اون انتخابات رو باخت. خوب. بعد گفت انتخابات قابل قبول نیست و چه میدونم قلب ایشون جریه دار شده و از همون چیزهایی که معمولا رهبران دیکتاتور میگن. و بعد از این اتفاق گفت که ما در آمریکا با آمریکا در وضعیت جنگی به سر میبریم. و اون وقت دولت آمریکا اومد. و اون وقت دولت آمریکا بعد از این سه قدم و به خصوص این که ایشون تهدید میکنه که ما میخوایم نقض بکنیم بعضی از معاهداتمون با دولت آمریکا و اعلام جنگ دایر کردیم، دولت آمریکا هم گفت خب اعلام جنگ کردید. اعلام جنگ پاناما چه تهدیدی میتونست متوجه آمریکا بکنه؟ خب اولاً اعلام جنگ از یک کشوری که نزدیک هست چیز خوبی نیست، دوباره ممکنه پایگاه روسیه بشه، البته موقع روسیه خیلی ضعیف بود. و دومین چیزش هم این بود که آمریکا و پاناما یک قراردادی رو امضا کرده بودن که طبق اون قرارداد بر اساس بازگشت، در ازای بازگشت پاناما به دولت غیر نظامی و دولت غیر دیکتاتوری، آمریکا متحد شده بود که کانال پاناما کنترلش به پاناما برگرده. بله. و خب این یکی از یک منافع اقتصادی داشت، یعنی آمریکا کانال پاناما یک فاکتور مهمی بود. یعنی آمریکا به خاطر بالاخره رضای خدا موش نمیگیره، اما خب اینجوری هم نبوده که حالا مثلا یه بند خدا یه جا نشسته باشه و مردم خیلی از آقای نوریگا رضایت داشته باشن. بسیار. و آمریکا مثلا بخواد حمله بکنه. آقای سعادت ملی، شما حرف آقای حسینی فرد رو قبول ندارید که آمریکا داره برمیگرده به سیاست‌های مبتنی بر دکترین مونرو و بر این اساس دنبال تغییر رژیمه، ولی از این من یه معلومه بله؟ چند تا مثال دیگه هم بزنم. مثلا این که میگن که روسیه و چین وارد شدن و آمریکا مخالفه، خب من قبول دارم که روسیه و چین وارد شدن، ولی ورود روسیه و چین به ونزوئلا خیلی شبیه ورود روسیه و چین به ایران هست، یعنی به این مفهوم که مثلا قراردادهای نفتی با ونزوئلا امضا کردند به این مفهوم که نفت رو به زیر قیمت بازار از ونزوئلا میخوان بخرن، یا قراردادهای پیش فروش نفت امضا شده دوباره نفت به قیمت پایین فروخته میشه. البته علت این که ونزوئلا چنین قراردادهایی رو امضا میکنه اینه که خب خیلی از موارد مثل حکومت جمهوری اسلامی، کسانی که این قراردادهای نفتی رو امضا میکنن رشوه میگیرن، یعنی چین و روسیه خیلی راحت فهمیدن ما لازم نیست که الزاما به قیمت عادلانه نفت رو بخریم، به قیمت پایین میخریم، به قیمت پایین میخریم یا پیش فروش میکنیم یه جوری به قول قیمت. این که به قیمت پایین میخرن ربطی به تحریم‌های آمریکا نداره. به عبارت دیگه آیا ونزوئلا به این دلیل به قیمت پایین میفروشه که نمیتونه همون نفت رو به آمریکا بده یا به کشورهایی که تحت تحریم‌های ثانویه آمریکا اگر این تازه اتفاقی که تازه شروع شده بود من قبول داشتم، ولی این فساد واقعا حتی از سال‌های قبل هم وجود داشته، یعنی از سال 2012 2011 که قیمت نفت کمی دچار تلاطم شد، اینها شروع کردن به پیش فروش کردن نفت به کشورهای کارائیب و از البته روسیه و چین به قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار. بسیار. و حالا میخوان دوباره بندازن تقصیر آمریکا. من میخواستم سوالی از شما بپرسم ولی بگذارید اون رو بگذارم برای دور بعدی و این سوال رو از شما بکنم آقای
حسینی فرد که این مشابهت هایی که آقای سعادت ملی میبینه بین ونزوئلا و ایران، شما این رو قبول دارید؟ برای اینکه به نظر چنین میاد دیگه، نوع تحریم ها، نوع فشار ها، صحبت از ناکارآمدی دولت ونزوئلا میکنه، در حالی که در خود ایران هم حتی دولت مردان، خیلی از سیاستمداران صحبت از ناکارآمدی و فساد میکنن. مشابهت ها خیلیه. آیا این ما رو به اینجا میتونه برسونه که آمریکا در ونزوئلا و در قبال ایران تقریبا داره یک کار رو میکنه؟ درسته. البته من این نکته اشاره بکنم در رابطه با اون صحبت قبلی، اینی که آقای آمریکا در برمیگرده به منطقه طبق اون تئوری جیمز مونرو و این صحبت ها، این واقعیت اینه که آقای بولتون خودش سخنرانی کرده. اتفاقا سخنرانیاش هم ببینید که کجا کرده، در برابر مهاجران آمریکای لاتین و اخیرا هم در برابر بازماندگان کسانی که در جریان خلیج خوک ها و تهاجم به کوبا یا کاسترو شکست خوردن. یعنی در برابر اینا داره میگه، میگه ما داریم برمیگردیم به قوت قلب میده. ضمن اینی که پای روسیه و چین باز شده به منطقه، لزوما ونزوئلا نیست. یعنی شما خودتون هم حتما بیشتر اطلاع دارید که از سال 2009 به این سو، الان طرف اصلی تجاری برزیل به عنوان بزرگترین اقتصاد منطقه چینه. خود آقای جیمز ماتیس اومده رفته مثلا کلمبیا، رفته آرژانتین، اونجا میگه چین اصلا نباید بیاد تو این منطقه، به اونا فشار داره میاره. یعنی صرفا به ونزوئلا بر نمیگرده، صرفا میگن که این منطقه منحصاری ماست، بگذاریم که خب دارن در توهمن، یعنی توهم تموم شده اون دوران. بله بسیار خب، برگردیم به سوال شما. واقعیتش اینه که در هر دو مورد با سیاست های اینا، یعنی مسئله سیاسی است، با اینکه حکومت های ایران و ونزوئلا اختلافات سیاسی داره، مشکل سیاسی داره دولت آمریکا، در مورد منطقه ما فرق میکنه. یعنی اینکه مسئله نوع نگاه حکومت ما به اسرائیل پاشنه آشیل حکومته، اینی که حال اقتصادش و این حرفا برای آمریکا آنچنان مهم نیست. در مورد ونزوئلا اتفاقا میخوام بگم مسئله یه مقدار ساده تره. اونجا این جنبه های ایدئولوژی که فرض کنید که شعار نابودی کشور دیگر رو داده باشه با شاخ و بال های امنیتی و نظامیش، مثلا ونزوئلا تو منطقه گسترش داده باشه خودش مثل ایران، مسئله از این دست وجود نداره. توی چیزی نداره واقعا. برای اینکه اگر برگردیم به صحبت آقای سعادت ملی، چندین دهه از نیمه قرن 20 به این سو کوبا مسائلی برای آمریکا ایجاد کرد که شما ممکنه بگید ایدئولوژی نیست، ولی هست دیگه. و اگر ونزوئلا هم چنین بکنه، کما اینکه در دوره چاوز یکی از در واقع کشورهایی بود که پرچم مبارزه با آمریکا رو برافراشته بود و به همین دلیل رفاقت آقای چاوز و آقای احمدی نژاد اینقدر مثال زدنی بود دیگه. درسته. ببینید چیز گرایش چپگرا دارن، ولی نه در چارچوب اون ایدئولوژی که ما می‌خوایم سوسیالیسم مثلا صادر بکنیم. شما یه دوره‌ای کوبا می‌بینیم که با لشکر و ارتش خودش توی آنگولا هم داره می‌جنگه، ولی الان داره از طریق صدور پزشک و معلم کاری میکنه که فقط یه مقدار ارز جذب بکنه. کوبا رو میگید؟ کوبا رو میگم. اقتصاد خودش به چرخونه. در مورد ونزوئلا هم میگم مثل ایران نیست که مثلا شما فرض کنید در کلمبیا همین الان تمام و کمال خیلی احتیاط داره میکنه که کسی به حمایت از این گروه های چریکی در اون کلمبیا متهمش نکنه. مهمترین مشکلات این حکومت ها ناکارآمدیشونه. البته دو تا نکته هم بگم در مورد نوع نگاه شما، من کمی نگاهم متفاوت هست. به این مفهوم که مثلا اینکه حالا برزیل بزرگترین شریک اقتصادیش چین هست، الزاما چیز خوبی یا بدی نیست. برزیل بزرگترین، یکی از بزرگترین صادراتش صادرات سنگ آهن هست، چون خودش به الزاما توانایی پروسس کردن رو یا پردازش سنگ آهن رو نداره و خب چین بزرگترین بازارش هست. این اتفاقا چیز طبیعیه. یعنی روند اگه غیر از این بود جای سوال داشت، چون چین به مقدار زیادی مواد اولیه احتیاج داره، هم از استرالیا اینا رو وارد میکنه، هم از آمریکا بعضی از مواد خامش رو وارد میکنه و هم از برزیل. این چیز بدی نیست و هیچ مکمرگرم هیچ موقع سیاستمدار آمریکایی بخواد در این مورد با بگه که شما حق ندارید با چین معامله کنید. من اتفاقا چیزی نشنیدم که کسی بگه که کسی با چین معامله نکنه. آن چیزی که باعث جنجال هست نوعی هست که گاهی موقع ها روشی هست که چین وارد میشه و مثال دیگهش پاکستان هست مثلا، به عنوان اینکه ما میخوایم کمک کنیم به شما، چه میدونم رشد اقتصادی ایجاد کنیم، زیربنا ایجاد بکنیم، وادار میکنن کشورها رو اولا به قراردادهای به قولی خارج از قیمت بازار و بعدا با از طریق فشار سیاسی و پرداخت رشوه این قراردادها رو وارد میشن.
و برای پاکستان همین الان به یک بحران تبدیل شده، چون باعث شده که وارد مقدار زیادی بدهی بشه به دولت چین و شرکت‌های چینی. ولی منبع این مشکلات چیه آقای سعادت ملی؟ یه مثال دیگه میتونه گویا باشه. ونزوئلا نفت سنگینی داره و برای اینکه این نفت سنگین رو استخراج کنه باید نفت سبک‌تر بخره. قبلا از آمریکا می‌خرید این نفت سبک‌تر رو و با درآمیختنش با نفت سنگین خودش میتونست اینا رو استخراج کنه. الان آمریکا تحریم کرده، در نتیجه من خوندم همین چند هفته پیش دولت ونزوئلا ناچار شده بره سراغ نیجریه و یه تانکر نفت سبک از نیجریه خریده که بتونه استخراج کنه. به این ترتیب اون کاری که دولت ونزوئلا کرده، دولت ونزوئلا که دنبال نفت سبک نیجریه نمیرفت، نزدیکتر بهش آمریکا میتونه، به دلیل تحریم آمریکاست. یعنی خیلی از این چیزهای خارج از عرف، خیلی از این فسادها ناشی از این تحریم‌هاست دیگه. خب فسادها قبل از تحریم ها هم وجود داشته و خیلی، من گفتم نه همه طبیعتاً و به نظر من خیلی هم نبوده. یعنی فساد حاکم یعنی حکومت ونزوئلا برخلاف چیزی که گفتن که قصد ماجراجویی منطقه نداره، اتفاقاً یکی از پایگاه ایدئولوژیکش گسترش سوسیالیسم و گسترش انقلاب بولیواریسم در منطقه بوده. حالا شاید به خاطر ناکارآمدیشون و شاید به خاطر اینکه برخلاف جمهوری اسلامی توانایی نظامی پایین‌تری دارن، وارد ماجراجویی نظامی نشدن و در خودشون در حال حاضر این توان رو احساس نمی‌کنن به خاطر بحران‌های اقتصادی که دارن. اما از جهت ایدئولوژیک یک حکومت مرکزی می‌خوان که با قولی کنترل دولت در اقتصاد هماهنگ باشه. چه ایدئولوژی سوسیالیسم ونزوئلا و چه ایدئولوژی ولایت فقیه، این دو تا ایدئولوژی خیلی به کمک میکنه که یک دولتی وجود داشته باشه و قدرت به قول در دست یک آدم دیکتاتور و مستبد باشه. این عامل مشکلاتشون هست. همونطور که در ایران هم ما یه حکومتی داریم که میخواد منافع مردم کشور ما رو، مردم قهدری جون رو، مردم پل دختر رو، مردم احواز رو، هموطنان کردمون رو، به هر جای ایران نگاه بکنید از بلوچستان تا کردستان، هموطنان ما در فقر به سر میبرن به خاطر اینکه ما یک حکومتی داریم که میخواد به خاطر توجیه فقر، به خاطر توجیه فساد و ناکارآمدیش پرچم آمریکا ستیزی رو میخواد بالا ببره. آقای حسینی فرد، در بحث فساد و ناکارآمدی ما یه ارقامی میتونیم پیدا کنیم در مورد ونزوئلا که نشون میده که این صرفاً موضوع منحصر به ونزوئلا نمیمونه و شاید به همین دلیل که اونجوری که آقای سعادت ملی میگن این آمریکا رو وارد این کارزار میکنه. مثلا من خوندم که در هر روز واحد در ماهای اخیر، ماه مارس و آوریل امسال، بیش از 5000 نفر از ونزوئلا زدن بیرون. اینا میرن کلمبیا عمدتاً، ولی خیلی هاشون از کلمبیا میرن کشورهای دیگه، میرن آمریکا. و خود این عامل بی‌ثباتیه برای کلمبیا. کلمبیا اون وقت دست به دامن آمریکا میشه و نشون میده این که وضعیت بعد اقتصاد، ناکارآمدی تبدیل به یک موضوع سیاسی منطقه‌ای میشه دیگه و این نزدیک آمریکا است دیگه. به این ترتیب آمریکا میگه به این دلیل من میخوام بیام تو این کارزار دیگه. درسته. ببینید این وضعیت اقتصادی که در ونزوئلا به یک بحران انسانی هم راه برده، طبیعیه که کل منطقه هم زیر تاثیر قرار میده. در نظرم بگیرید که از سال 2013 در کنار فساد حاکم بر این اقتصاد نفتی، تحریم‌های آمریکا واقعا داره اثر میکنه. یعنی این نیست که نیجریه هم با این مشکل کمبود کاهش فروش نفت و همه اینا روبروه، اونجا هم فساد در حد اعلاست. اونجا آمریکایی‌ها براشون زیاد مهم نیست که در اونجا چی میگذره. خود الجزایر فرض کنید، اون کشور هم کشور نفتی با همین وضعیتای مثل ایران و ونزوئلا، منتها میگم به لحاظ سیاسی زاویه‌ها کمتره. یعنی شما دولت آقای نیجریه آنچنان اختلافات اساسی با دولت آمریکا نداره و اینجا و اونجا هم حتی در خطش عمل میکنه، تو سازمان ملل، تو نهادهای بین المللی. اینه که در مورد ونزوئلا هم طور که گفته شد، این ترفیق مسئله اقتصادی با تحریم‌های شدید آمریکا عملا یک بحران انسانی رو ایجاد کرده و خب الان دارن میرن پای رژیم چنج، درسته؟ یعنی آقای گوایدو تغییر رژیم، یعنی موقعی که آقای گوایدو به این شکل میاد و طبق قانون اساسی خودش رئیس جمهور انتخاب میکنه، اعلام میکنه و یک سری از دولت ها هم ازش حمایت میکنند، الان یکی از بنبست ها اینه که آیا الان مذاکراتی که باید شکل بگیره باید از ایشون به عنوان رئیس جمهور است
برده بشه یا نه ما باید دولت مستقر رو باید چه بکنیم. فرض کنید اروپایی‌ها الان میگن که ما حاضر نیستیم سفرایی رو که آقای گوایدو تعیین میکنه برای کشور ما بپذیریم. یعنی خودش یک تناقضه. شما اگر اینا همون دولت‌های اروپایی هستن که ابتدا گوایدو رو به رسمیت شناختن، یعنی آلمان، فرانسه، ایتالیا، منظور شما اینه که دولت‌های اروپایی الان فهمیدن که شتاب زده عمل کردن وقتی پذیرفتن و به رسمیت شناختن گوایدو رو؟ درسته، یعنی خیلی به قول ارزیابی اولیه خوشبینانه بود که با اعلام که بکنیم و حمایت که بکنیم جامعه میاد پشت سر آقای گوایدو و به خصوص ارتش دچار شکاف میشه. این درسته یا نه آقای سعادت ملی؟ آیا به رسمیت شناختن گوایدو به عنوان رئیس جمهور از جانب آمریکا و شماری از دولت‌های اروپایی و منطقه‌ای مثل برزیل این شتاب زده نبود، برای اینکه چندین ماه گذشته و گوایدو نتونسته اون تظاهرات سراسری میلیونی رو ایجاد کنه، نتونسته در ارتش ونزوئلا شکاف ایجاد کنه و به گفته آقای حسینی فرد آمریکا شاید هنوز اذعان نکرده ولی دولت‌های اروپایی دارن کم کم بی‌نتیجه می‌رسن که شتاب زده عمل کردن در به رسمیت شناختن گوایدو رهبر اپوزیسیون؟ خب بالاخره اون چیزی که به معنی رو باعث می‌شم شتاب زده ندونم همون متن قانون اساسی است. یعنی موقعی که اکثریت مجلس نمایندگان رأی به استیضاح رئیس جمهور میده، حالا به هر علتی، اما در به قولی در واقع ملاک همون رأی مجلس هست و مجلس تشخیص داده که آقای مجلس نمایندگان یا مجلس یا نشنال اسمبلی در ونزوئلا تشخیص داده که آقای مادورو صلاحیت رئیس جمهوری نداره. آیا آمریکا نمیتونست بگه که من طرفدار این هستم که گوایدو مذاکره کنه با مادورو و باید یه راه حلی از این طریق رسم؟ منظورم اینه که آیا به رسمیت شناختن گوایدو در واقع بیش از پیش دو قطبی نکرد و عملا راه مذاکره رو نبست؟ خب مذاکره کردن با گوایدو مثل روند اصلاح طلبی در ایران، مذاکره کردن با آقای مادورو مثل روند اصلاح طلبی در ایران، یک دروغ واهی بیش نیست و به جایی هم نمیرسه. مثلا در ایران نگاه بکنیم که افرادی مثل آقای عارف تونستن با توجه به نزدیک بودن به مثلا حکومت هم برای خودشون و هم برای پسرشون امتیازات خاصی رو در دولت به دست بیارن که ممکنه در شرایط دموکراتیک چنین چیزی رو نداشتن. اینها شدن اصلاح طلب در داخل ایران و همونطور که به نظر من امید اصلاح طلبی به کسانی که خودشون به قولی پای سفره انقلاب هستن از حضور در قدرت بهره مند هستن و هیچ انگیزه برای تغییر ساختار ندارند بی فرجام هست. مذاکره کردن با کسی مثل آقای مادورو که نشون داده به هیچ تنها بزرگترین هدفش وابسته بودن در دولت هست نتیجه نمیده. واقعا ممکن نبود نتیجه بده راه مذاکره بین کسی که در رأس مجلس نمایندگان به هر حال یک پای مهم در ساختار حکومتی دیگه و رئیس جمهور حاکم مادورو ممکن نبود از طریقی، به خصوص اگر دولت‌های بزرگ آمریکا و اروپایی ها پشت چنین مذاکره‌ای می اومدن از اون طریق حل بشه؟ من این نکته قبلا اشاره بکنم راجع به اون صحبت این که خب چین با برزیل رابطه داره و خیلی هم خوبه و اشکالی نداره، آمریکایی‌ها ممکنه ایرادی هم نداشته باشن. واقعیت اینه که به این سادگی نیست. می‌دونید در معادلات اقتصادی خب چینی‌ها تو خیلی از پروژه‌های این مناطق شریک میشن، این تکنولوژیشون رو برمی‌دارن میرن اونجا. همین الان سر این شرکت چین در این تجهیزات تلکومونیکیشن به قولن شرکت هوای که چجوری عمل بکنه، چجوری وایستادن جلوش که اروپایی‌ها نباید برن به این طرف، همه کشورها رو هشدار میدن که نرین. مثلا سر واقعا جاسوسی چین نیست، مثلا سر اقتصاده، یعنی درگیری اقتصادی بزرگی در سطح بین المللی یا فشاری که داره میاره آمریکا در به اروپا که شما نورد استریم 2 رو باید تعطیل بکنید، از روسیه گاز بی گاز. من البته منافع اقتصادی خودشم هست، من گاز مایع دارم بهتون میارم میدم و میخوایم روسیه هم کوچیکش بکنیم، یعنی روسیه هم باید بزنیم زیر فشار. خب برگردیم به سوال شما. واقعیتش اینه که این که جواب میتونه شما ببینید در هم خود ایرانم بالاخره این تحریم هایی که آمریکا کرد، حالا درست یا غلط، دوران اوباما نهایتا مذاکرات برجام و شکل داد و ایران هم حاضر شد بیاد پای میز مذاکره، هرچند که خب یه سری سیگنال های مثبت هم از طرف آمریکا دریافت کرده بود که مثلا ما یه مقداری از غنی‌سازی هم براتون رعایت میکنیم. در مورد ونزوئلا نذاشتن که حداقل خود آمریکا یا تو چارچوب منافع خودشون جواب بده.
و خب ما حالا منظور شما اینه که آمریکا به این دلیل راه حل مذاکره رو دنبالش نبود که منافعی براش ایجاد نمی‌کرد مذاکره؟ نه، یعنی اینی که می‌خواست خیلی شتاب زده کار تمام بکنه توی در ونزوئلا. و خب ما به لحاظ عملی و تجربی هم که نگاه می‌کنیم، بعد از 3 ماه اگر حتی اون فرضیات درست هم می‌بوده، بعد از 3 ماه می‌بینیم که نه ارتش در شکاف ایجاد شده، نه اقشار مختلف مردم پای آقای گوایدو ایستادند، و در این حال الان آقای گوایدو کارش به جایی رسیده که میگه بریم سراغ اصل 187 قانون اساسی و من به عنوان رئیس جمهور موقت میتونم در مجلس قانون رو تصویب بکنم که نیروی خارجی بیاد وارد کشور بشه و به نفع من دخالت بکنه. یعنی رسیده به اینجا صحبت، و اونم صحبتی که هیچ کدوم از کشورهای منطقه حاضر نیستن همچین ریسکی رو بکنند. در نظر بگیریم که حالا همینجور ادامه پیدا بکنه، بیش از پیش آقای گوایدو برگاش میسوزه و آقای مادورو به رغم همه این که فساد و همه این چیزا بهتر برگاه بهتری خواهد داشت که بازی کنه، به خصوص که دوران آقای ترامپ هم نزدیک بشه. روی یکی از نکاتی که آقای حسینی فرد گفتن مکس کنیم، آقای گوایدو و فشارهای دولت آمریکا در حمایت ازش نتونسته خللی در صفوف ارتش این کشور ایجاد کنه، و ونزوئلا نه تنها یک ارتش 230,000 نفری داره، بلکه یک نیروی شبه نظامی یا بسیجی 1.5 میلیون نفره هم داره، که همین اخیراً مادورو گفت که 1 میلیون به اینم میخوایم اضافه کنیم. هیچ نشانه ای از اینکه در این صفوف اینها تشتت ایجاد بشه ندیدیم. خب اولا نظامی دوباره صفوف در ایجاد شکاف در صفوف نظامیان رو مرحله آخر براندازی میدونم، نه مراحل اولیش. آن چیزی که اتفاقا مهمتر هست این هست که ساختار قدرت در ونزوئلا بر مبنای ایجاد شکاف طبقاتی و ایجاد نفرت طبقاتی شکل گرفته بود. یعنی اوایلی که آقای شاوز اومده بود به کار، میگفت که من میخوام از اقشار فرودست، اقشار کم درآمد، اقشار کم تحصیل کرده استفاده با نماینده اونها باشم در برابر اقشار چه میدونم مستکبر، از همون ادبیات انقلاب ایران. بله. یه جوری همونطور که مثلا در ایران هم میخوان بگن که خب اقشار کم درآمد احمدی نژادی هستن، اقشار طبقه بالا روحانی دوست هستن، یه همچین دروغ‌هایی رو میخوان بگن که یک سری از ما مثلا نماینده قشرهای مختلف هستیم. ایشون هم چنین نظری رو داشت، و اتفاقا چیزی که نشون داده شد چه در مورد ونزوئلا و حالا چه در مورد جمهوری اسلامی این هست که به خاطر فساد و ناکارآمدی اقشار کم درآمد و فرودست بزرگترین قربانیان این حکومت‌ها هستند، و اتفاقا زمان سکوت موقع سقوط موقعی شروع میشه که اقشار کم درآمد به این نکته پی ببرن و قدرت اصلی در دست اونها هست. و این شروع شده. یعنی شما نگاه بکنید مثلا اوایل که در سال مثلا 2009 یا 2014 حتی موقعی که اعتراضات بود، اعتراضات از مناطق نسبتا با وضع اقتصادی خوب کاراکاس شروع میشد، اما الان همین سرکوب و کسایی که دارن کشته میشن بسیاریشون از اقشار کم درآمد هستن، به خاطر اینکه دیگه اونا حتی چیزی ندارن که بخورن. موقعی که مردم کارشون به جایی میرسه که مجبورن برن در سطل آشغال غذا بخورن یا غذاشون رو پیدا کنن، یا کسی نمیتونه هم برای فرزند خردسالش غذا تهیه بکنه و اینا گرسنگی میکشن، اون موقع هست که مردم میفهمن که سرشون کلاه رفته و اینکه ما دفاع از مستضعفان میخوایم دفاع بکنیم و از اقشار کم درآمد میخوایم دفاع بکنیم دروغ بودنش. آقای حسینی فرد، من یه رشته مصاحبه با ونزوئلایی ها در شهرهای مختلف میخوندم در نشریات انگلیسی که تکان دهنده بود. بسیاری از اینا به دلیل تورم دیگه عملا پول رو کنار گذاشتن و میرن در واقع جنس به جنس مایحتاج خودشون رو تهیه میکنن. مثلا یکی گفته بود من یه مقدار به قول خودش پاستا ماکارونی خشک داشتم دادم در قبالش پیاز گرفتم، یا بعضی از اینها گفته بودن که اگر جوانهای ما که در ماهای اخیر رفتن خارج کولومبیا و کشورهای همسایه و اونجا کار میکنن، اگر پولی که اونها برای ما میفرستن نبود ما امکان نداشت بتونیم ادامه بدیم. این نشون میده که چیزی که شما در ابتدا گفتید، جنگ بر سر نوع توزیع درآمد نفت
الان ادامه داره با این تفاوت که اخشار پایینی که دوره چاوز درآمد نفت خرجشون میشد به اونا داده میشد، الان اون درآمد نفت بهشون نمیرسه، دارن آسی میشن. این شروع اون روندی نیست که آقای ترامپ میخواد؟ نه دیگه، پایگاه اجتماعی دولت چاوز و آقای مادورو خیلی کوچیک‌تر شده، اصلا در صحبتی نیست. یعنی درآمد نفتی کم شده نیستش. حالا بگذاریم که این مقدار برخلاف ایران یک منابع بزرگ طلا هم داره، الان یه مقدارم دارن با اون بازی میکنن، ولی این یه مقدار شاید پارادوکسه که اصولا فقر بیشتر لزوماً به سیاسی شدن بیشتر جامعه نمی‌انجامه. دوره فرخ یزدی توی ایران میگفت که خرابی چون که از حد بگذرد آباد میگردد، لزوماً این نیست. یعنی اقشار فقیر و بدبخت هر چقدر که مسئله نان قطق روزشون و درآمد مایحتاج عمومی روزشون مسئلهشون میشه، لزوماً این که اصلا بتونن به سیاست بیاندیشن و بیان و فعال شرکت بکنن برای تغییرات کمتر دیده شده در جاهای مختلف، یعنی استثناءات بوده. یه بخش اینه که همونطور که گفته شد اون اعتماد و امید به اپوزیسیون هم نیست که حالا که این وضعیته، پس خب ما در چهره آقای گوایدو یک امیدی میبینیم که اگر بریم و حمایت بکنیم وضعیت رو عوض بکنیم. واقعا میدونید نیست؟ از کجا میدونید؟ چون شما در نظر بگیرید که از موقعی که این تظاهرات شکل گرفته همین ظرف این سه ماه گذشته، هر شنبه تقریبا بسیج عمومی میده، هم آقای گوایدو میده هم آقای مادورو. شما تغییر کیفی خاصی نمی‌بینی، حتی بعضن یه مقدار کاهش هم پیدا کردی نواخر با توجه به اینکه هر چی سر طرفدارای گوایدو اونم به این اعتبار که همونطور گفته شد، اول خب خیلی امید و شوق و ذوق بالا بود. اینی که آقای گوایدو میره خارج و موقع میخواد برگرده نمیتونه آنچنان مطمئن باشه که حالا من تو فرودگاه با موج بزرگ مردم حمایتم خواهند کرد و کسی دستگیرم نخواهد کرد، نمیتونه به اطمینان کنه، بلکه مجبوره که سفرهای کشورهای خارجی هم بیان توی فرودگاه که یه مقدار پوشش امنیتی مسئولیت هم ایجاد بکنه. خودش نشون میده که همچنان خود گوایدو هم مطمئن نیست، زمینه که اون برم از میخوام همچنان نیروی خاص خودشو داره، حالا چه اونایی که با پول و اینا میارن میدان، چه بسیجیاشون، چه خود بخشی های از ارتش و بخشی هم از مردمی که هنوز فکر میکنن چه آیا از قبل مادورو به یه جایی برسه. معیار در نهایت رأی مردم باید باشه، نه اینکه در سطح خیابون مثلا چند نفرمون، چون همون اگه در سطح خیابون باشه با توجه به سرکوب شدیدی که انجام میشه توسط ارتش و با توجه به اینکه مثلا در خیلی از موارد از مشاورین کوبایی برای سرکوب استفاده میشه، همینطور که از مشاورین نظامی روسی برای سرکوب استفاده میشه و حضور نظامیان خارجی باعث شده که کمی در نیروهای مسلح به ارتش ترس ایجاد بشه، خب اینها مانع میشه از اینکه تظاهرات گسترده تر بشه. اما اینکه تظاهرات دامنش گسترده تر شده به اقشار کم درآمد رسیده که الزاماً این اقشار کم درآمد، من اونها رو آدمای بدبختی نمیدونم، شاید آدمهای بدشانسی بدونم، اما بدشانس بودن به این مفهوم نیست که اینها آدمهای بیچاره یا ناکارآمدی باشن، فقط ممکنه دسترسی به منابعشون پایین تر بوده باشه. اینها به نظر من نمیشه گفت که چون در تظاهرات خیابانی یا مثلا حکومت نظامی میتونه سرکوب بکنه، این نشون دهنده عدم موفقیت خواهد بود. اتفاقا این که اینها مجبور هستن از نیروهای نظامی برای سرکوب اقشار کم درآمد استفاده کنن، نشانه شکستشون خواهد هست. چه در دوران قبل از چاوز و چه در دوران چاوز، ما حدی از دموکراسی تو این کشور داشتیم و اپوزیسیونی وجود داشت، اپوزیسیون منسجمی، حالا گیرم که دولت مستقر با اینا بد رفتار میکرده ولی بودن. یعنی همین که الان مجلس رو در اختیار خودشون دارن، در دوره قبلی هم همین که آقای چاوز میتونه به رغم کودتای سال 1992 سال 1998 بیاد و خودش دوباره در انتخابات شرکت کنه، یعنی یه حدی از دموکراسی تو ونزوئلا بوده. این چیزی که در مورد ایران وجود نداره و اتفاقا بر این مبنا میشه همچنان در مورد ونزوئلا راجع به یک کنسنس که همه در شرکت داشته باشند، یک توافق ملی. یعنی با توجه به نگاه بکنیم که الان در مورد ونزوئلا برخلاف ایران شما سه تا گروه میانجیگر دارن کار میکنند، چه گروه لیما، چه گروه کنتاکت تماس اروپایی ها و یکی هم گروهی که متشکل از واتیکان و اوروگوئه و برزیله. اینا البته خب کنسپتاشون مختلفه، یعنی در مورد لیما خب خیلی ضد مادورویی، لیما که منطقه‌ایه دیگه، منطقه‌ای شامل 13 تا کشور منطقه و کانادا و آمریکا، اینا میگن که اصولا باید مادورو بره کنار و ما بیان با کمک گوایدو انتخابات برگزار بکنیم. اگر فقط میخوان مذاکره هست، مذاکره برای اینکه چجوری انتخابات برگزار بشه.
در مورد گروه تماس گفتن که یه مقدار اروپایی هستن، اروپایی ها یه مقدار ضعیف‌تره، یعنی همچنان معتقدن که باید با گوایدو با مادورو صحبتای بشه، ولی اونا میگن که آقای کار آقای مادورو تمومه، یعنی به عنوان رئیس جمهور قبولش ندارن. در مورد گروه اوروگوئه، برز، مکزیک و واتیکان، اینجا خب شرط نمیذارن که آقای مادورو شما دستتو بکن بالا بعد ما میام. البته دلیلش اینه که مکزیک متحد آقای مادورو دیگه در این در واقع آرایش منطقه‌ای، درست میگم؟ اتفاقا میخوام بگم تو راجب چپگرایی تو منطقه هم ما انواع و اقسام چپگراها داریم. الان تو بولیوی آقای مورالس برای خودش یک چیزه. بله مکزیک... این جزئیات رو کنار بگذاریم، فکر میکنید این رایزنی‌های دیپلماتیک به نتیجه برسه؟ من فکر میکنم که اگر آمریکایی‌ها از اینکه این نتیجه نمیده این شیوه در کنار تحریم و این حرفا، باید نهایتاً یک راه حل سیاسی پیدا بشه و دولت مستقرم حالا به این یا اون شکل اینتگره بشه در این تمام این پروسه‌های سیاسی، اون موقع احتمالاً جواب میده. میگم الان نگاه میکنی در دولت در ونزوئلا، دولتش منتظر دو چیزه، یکی اینی که به دوره آخر ترامپ نزدیک بشیم، یکی هم اینی که با توجه به شکافی که در درون اپوزیسیون بوده و ظرف این مدت یه خورده روش چیز گذاشتند، این شکافا هر چه عقب بیفته، هر چه آقای گوایدو ناموفق باشه، شکافا باز دوباره سر باز کنه. از اون برم آمریکایی‌ها میگن از یک طرف تحریما جواب بده، از یک طرف هم ارتش و شکاف اینا به صلاح دیگه هر دو در پی این هستن دیگری رو فرسایش بدن. به سمت آخر برنامه میریم، حتما باید این سوال رو بپرسم که اگر چنینه فکر میکنید کدوم یک بتونه دیگری رو فرسایش بده؟ دو حالت داره، یا اینکه اپوزیسیون و مردم ونزوئلا موفق میشن به خاطر فشارهای حداکثری که در این مورد فشار این کشور شورای حداکثری تونسته دولت رو دیکتاتور موفقیت، یا اینکه حتی اگه موفق نشن و دولت ونزوئلا همچنان برپا بمونه، این فشارهای حداکثری باعث میشه که اون دولت ضعیف‌تر باشه و مردم هم فقیرتر میشن. خب بالاخره اون موقعی که متاسفانه اون صحنه‌ای که توصیف کردم بر اساس مصاحبه‌ای که با ونزوئلایی یا انجام شده، چند نمونهشو گفتم در جواب در سوالم از آقای حسینی فرد، اون چه که ونزوئلا در اون مصاحبه گفتن نشون میده که فقیرتر شدن و حاصل تحریم دیگه، حاصل فساد است، فقیر شدن حاصل فساد است. شما نمیتونید یک حکومتی داشته باشید که میلیاردها، یعنی اصلا نوع فسادی که در ونزوئلا است اتفاقا خیلی شبیه فسادی است که در ایران هست. ربطی به تحریما نداره، تحریم ها بالاخره باعث میشه که به حکومت فشار بیاد، اما عامل اصلی فساد هست. یعنی خیلی از چیزی که اولا باعث میشه تحریم ایجاد بشه، یکی سیاست خارجی ناکارآمد هست، و چیزی که باعث میشه تحریم موفق باشه فساد هست. دولت آمریکا سه تا پرونده باز داره تو سطح بین المللی، یکی کره شمالی، یکی ایران، یکی ونزوئلا است، و در هر سه تا هم خب خیز بلند برداشته که مسئله رو حل بکنه، هرچند که مسائلشون متفاوته. به نظر نمیاد که تا به امروز به اون نتیجه مطلوب به لحاظ زمانی ها، به لحاظ زمانی هم که حساب بکنیم رسیده باشه. اینی که حالا ما به پایان دوران آقای ترامپ نزدیک بشیم، آیا همچنان این فشار جواب بده یا نه، بعد آقای ترامپ انتخاب بشه، با توجه به اینکه بعدش دیگه اصولا دیگه دغدغه انتخاب شدن برای بار سوم نداره، چه سیاستی بخواد در پیش بگیره، کیا رو بیاره تو کابینه خودش، کدوم اولویت‌ها رو تعیین بکنن، اینها میتونه تاثیرگذار باشه. ولی همونطور که گفتم در مورد ونزوئلا رسیدن به راه حل ساده‌تره تا مورد ایران. کره شمالی هم اتفاقا سخت‌تره، یعنی برای کره شمالی با توجه به بمب اتمی و مسائلی که داره به این سادگی ها اینا رو از دست نخواهد داد. خیلی اولا راجب مذاکرات آقای ترامپ و آقای اونم خیلی آقای کیم هم خیلی خوشبینی بوده تو هم دور اول، در حالی که اون طرف همینجوری نمیاد این اهرمایی که به دست آورده و فکر میکنه که اهرم قدرت از دست بده، حتما امتیازهای بزرگی میخواد. آمریکایی هم تا الان حاضر نشدن امتیازهای بزرگو بدن. در مورد ایران هم به نظر میاد که مسئله کلیتر، همونطور که گفتم اگر ترامپ هم بره، این توهم در تهران که فکر میکنن ما دور ترامپ رو پشت سر بذاریم شاید فرجی بشه، با توجه به تجربه 40 ساله، با توجه به اینکه نمیخوان اگر نخوان تو سیاست خارجی تغییر اساسی بدن به خصوص راجع به منطقه، به جایی نخوان رسید. در مورد ونزوئلا اتفاقا من میخوام بگم که مسئله ساده تره، یعنی یک رژیم ضعیف شده ای که آنچنان مدعی منطقه ای هم دیگه نداره و میخواد خودش حفظ بکنه،
و به نوعی مسئله نه اسرائیل میخواد براندازه، نه بمب اتمی داره، نه مسئله از این دست، اونجا شاید ساده تره، به خصوص که کشورهای منطقه هم دموکراسی درشون حاکمه، میتونن بیان و به نوعی تاثیرگذار بشن در این زمینه. خیلی کوتاه اگه نکته‌ای دارید آقای سعادت ملی. من یه نکته خیلی کوتاه اشاره بکنم در مورد برزیل و هیوی که گفتن. مثلا اول اینا رو خیلی متفاوته از جهت تاثیرات خطرات امنیتی که شرکت‌های تلکامیکیشن چینی دارن، شرکت‌های مخابراتی چینی دارن. اینا در واقع فرموری داشتن، اینا نرم افزارهایی داشتن که نشون داده اینا دولت چین میتونه براش از جاسوسی استفاده بکنه و اون رو من خطر جدی میدونم برای هر کشوری که بخواد با چین معامله بکنه. البته آمریکا هم سابقهش الزاماً اینجوری نیست که اینها چنین چیزی نکرده باشن، اما در مورد چین خب شدیدتر بوده میزانش به خاطر نوع حکومتش و به خاطر اینکه قانونیش کمتره. در مورد نورد استریم و در مورد خرید گاز آلمان از روسیه، خب از یه طرف درسته که آمریکا داره فشار میاره، اما علتش چیه؟ علتش این هست که خانم آنگلا مرکل از یه طرف میگه که آمریکا باید بیاد در ناتو سرمایه گذاری کنه. ایشون چندین بار گفتن که ما دلواپس این هستیم که آمریکا نیاد از ما دفاع بکنه. از یه طرف اروپایی ها توقع دارن که آمریکا بیاد ازشون در برابر روسیه دفاع بکنه هر موقع که روسیه قد علم میکنه، و از یک طرفی خودشون نمیخوان هزینه دفاع خودشون رو بدن، و از یک طرفی هم میخوان برن در این حال وسط بازی بکنن و از روسیه هم خرید بکنن، و خب این برای آمریکا گرون تموم خواهد شد، به خصوص موقعی که خیلی از این سیاستمداران اروپایی این شایبه رو خودشون دارن ایجاد میکنن که میخوان نشون بدن که آقای ترامپ مثلا دست نشانده روسیه هست. و چه موقعی که اینها دستگاه اطلاعاتیشون میخوان به پرزیدنت ترامپ تهمت بزنن، خب طبیعی هست که واکنش دولت ایالات متحده این هست که خب شما که به ادعا میکنید من دست نشانده روسیه هستم، خودتون چرا میرید انقدر از روسیه خرید گاز میکنید؟ در مورد این حرف آقای حسینی فرد که هم در ارتباط با کره شمالی، هم ایران و هم ونزوئلا، در مجموع دولت آمریکا بسیار خوشبینانه رفتار کرده و تصور کرده که میتونه به سرعت این کشورها رو به سمت سیاستهایی که میخواد بیاره، ولی عملا در هیچ کدوم از این بگفته ایشون سه تا پرونده تا حالا نشانه ای از این نمیبینیم، نظرتون چیه؟ به نظر من اتفاقا کاری که ترامپ کرده، سیاست دولت پرزیدنت ترامپ سیاست خیلی واقع بینانه هست، چون در زمانهای دولت‌های قبلی آمریکا این توهم وجود داشته که حالا ما اگه با این سه تا حکومت یک کمی مهربون تر باشیم، اینها خود به خود میان با ما مهربون تر میشن، و چنین چیزی نشون داده نشده. اتفاقا کاری که پرزیدنت ترامپ داره میکنه و دولت ایالات متحده در حال حاضر داره پیش میبره اینه که میگه که ما به دشمنانمان فشار حداکثری وارد میکنیم، به هر سه کشور میخوایم فشار حداکثری وارد بکنیم. اهرم هایی که اتفاقا بزرگترین اهرمی که دولت ایالات متحده داره، به آقای حسینی فر به درستی اشاره کردن بهش، این هست که زمانی که آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شدند، تولید نفت آمریکا 8.6 میلیون بشکه در روز بوده. در حال حاضر دولت نفت ایالات متحده تولید روزانش 12.2 میلیون بشکه است، یعنی بیش از حدود 4 میلیون بشکه در روز بهش همین الان اضافه شده، و با کامل شدن سه تا خط لوله دیگه در تگزاس تا آخر امسال ممکنه حتی به 13 میلیون یا و بیش از اون هم برسه. 5 میلیون بشکه نفت در روز که بیش از صادرات نفت ایران که 1 میلیون بشکه در روز هست، و صادرات نفت ونزوئلا که اونم حدود 1 میلیون بشکه در روز هست، با آمریکا این قدرت رو میده. اما بالاخره آمریکا ایالات متحده سیاستش این خواهد بود که ما به دشمنانمون فشار حداکثری وارد خواهیم کرد، و در عین حال باهاشون آماده مذاکره هم هستیم. بسیار خوب، خیلی ممنونم. به انتهای پرگاری رفته میرسیم. ممنون از شما که پای این بحث نشستید و ممنون از مهمانهای برنامه علی سعادت ملی و حبیب حسینی فرد. پرگار رو پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری پرگار، در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی بعد از خاموش شدن دوربین ها به اون اضافه میشه، رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید. شب و روز بر همه شما خوش.